سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. مرسی از اینکه بیننده کانال خودتون کتاب من هستید. امروز داستان بچه مردم از آقای جلال آل احمد رو با هم دیگه میخونیم و میشنویم. امیدواریم که دوستش داشته باشید. یه داستان تقریبا شاید میشه گفت غمگینه، در مورد مادری که نمیتونه بچهش رو نگه داره و جالب بود، خیلی چیزا میشه ازش یاد گرفت. لطف میکنید اگه ما رو سابسکرایب کنید، حتما اون زنگوله کنارش رو بزنید تا ویدیوهای بعدی اون براتون بیاد، و ممنون میشیم اگر ما رو به دوستان کتابخونتون معرفی کنید، و اگر انتقادی یا پیشنهادی هست حتما برامون توی کامنت ها بنویسید. سپاسگزاریم. داستان بچه مردم، نوشته جلال آل احمد. خب من چه میتوانستم بکنم؟ شوهرم حاضر نبود مرا با بچه نگه دارد. بچه که مال خودش نبود، مال شوهر قبلیم بود که طلاقم داده بود و حاضر هم نشده بود بچه را بگیرد. اگر کس دیگری جای من بود چه میکرد؟ خب من هم میبایست زندگی میکردم. اگر این شوهرم هم طلاق میداد چه میکردم؟ ناچار بودم بچه را یک جوری سر به نیست کنم. یک زن چشم و گوش بسته مثل من غیر از این چیز دیگری به فکرش نمیرسید. نه جایی را بلد بودم، نه راه و چاره ای را میدانستم. میدانستم میشود بچه را به شیرخوارگاه گذاشت یا به خراب شده دیگری سپرد، ولی از کجا معلوم که بچه مرا قبول میکردند؟ از کجا میتوانستم حتم داشته باشم که معطلم نکنند و آبرویم را نبرند و هزار اسم روی خودم و بچه‌ام نگذارند؟ از کجا؟ نمیخواستم به این صورت ها تمام شود. همان روز عصر هم وقتی کار را تمام کردم و به خانه برگشتم و آنچه را که کرده بودم برای مادرم و دیگر همسایه ها تعریف کردم، نمیدانم کدام یکیشان گفت خب زن، میخواستی بچهت رو ببری شیرخوارگاه بسپری یا ببریش دارالایتام؟ نمیدونم دیگر کجاها را گفت، ولی همون موقع مادرم به او گفت که خیال میکنی راش میدن؟ من با وجود اینکه خودم هم به فکر این کار افتاده بودم، اما اون زن همسایمون وقتی اینا رو گفت باز هم دلم هوری ریخت و به خودم گفتم خب زن، تو هیچ رفتی که رات ندن؟ و بعد به مادرم گفتم کاش که این کار رو کرده بودم، ولی من که سررشته نداشتم، من که اطمینان نداشتم راهم بدن. اون وقت هم که دیگر دیر شده بود. از حرف آن زن مثل اینکه یک دنیا قصه روی دلم ریخته باشند. همه شیرین زبانی های بچه یادم آمد. دیگر نتوانستم طاقت بیاورم و جلوی همه در و همسایه ها زار زار گریه کردم. اما چقدر بد بود. خودم شنیدم یکیشان زیر لب گفت گریه هم میکنه، خجالت نمیکشه. باز هم مادرم به دادم رسید. خیلی دلداریم داد. خب راست هم میگفت، من که اول جوونیم بود، چرا باید برای یک بچه اینقدر قصه بخورم؟ آن هم وقتی شوهرم مرا با بچه قبول نمی کنه. حالا خیلی وقت دارم که هی بنشینم و سه تا چهار تا بزایم. درست است که بچه اولم بود و نمی باید این کار را می کردم. ولی خب حالا که کار از کار گذشته است، حالا که دیگر فکر کردن ندارد. من خودم که آزار نداشتم بلند شوم بروم این کار را بکنم. شوهرم بود که اصرار می کرد. راست هم میگفت، نمیخواست پس افتاده یک نرخر دیگر را سر سفرهش ببینم. خود من هم وقتی کلاهم را قاضی میکردم به او حق میدادم. خود من آیا حاضر بودم بچه های شوهرم را مثل بچه های خودم دوست داشته باشم و آنها را سربار زندگی خودم ندانم؟ آنها را هم سر سفره شوهرم زیادی ندانم؟ خب او هم همینطور است دیگر. او هم حق داشت که نتواند بچه مرا که نه، بچه یک نرخر دیگر را به قول خودش سر سفرهش ببیند. در همون دو روزی که به خانهش رفته بودم همهش صحبت از بچه بود. شب آخر خیلی صحبت کردیم، یعنی نه اینکه خیلی حرف زده باشیم، نه، او باز هم راجع به بچه گفت و من گوش دادم. آخر سر گفتم خب میگی چه کنم؟ شوهرم چیزی نه. قدری فکر کرد و گفت من نمیدونم چه بکنی، هر جور خودت میدونی بکن، من نمیخوام پس افتاده یه نرخر دیگر رو سر سفره خودم ببینم. راه و چاره هم جلوی پایم نگذاشت. آن شب پهلوی من هم نیامد، مثلا با من قهر کرده بود. شب سوم زندگی ما با هم بود ولی با من قهر کرده بود. خودم میدانستم که میخواهد مرا غضب کند تا کار بچه را زودتر یکسره کنم. صبح که از در خانه بیرون می رفت گفت
ظهر که میام دیگه نبایست بچه رو ببینم ها، و من تکلیف خودم را از همون وقت میدانستم. حالا هر چه فکر میکنم نمیتوانم بفهمم چطور دلم راضی شد، ولی دیگر دست من نبود. چادر نمازم را به سر انداختم، دست بچه را گرفتم و پشت سر شوهرم از خانه بیرون رفتم. بچه هم نزدیک 3 سالش بود. خودش قشنگ راه میرفت. بدیش این بود که 3 سال عمر صرفش کرده بودم. این خیلی بد بود. همه ی درد سرهاش تمام شده بود. همه ی شب بیدار ماندنی هایش گذشته بود و تازه اول راحتیش بود. ولی من ناچار بودم کارم را بکنم. تا دم ایستگاه ماشین پا به پایش رفتم. کفشش را هم پایش کرده بودم. لباس خوبهایش را هم تنش کرده بودم. یک کت و شلوار آبی کوچولو همون اواخر شوهر قبلیم برایش خریده بود. وقتی لباسش را تنش می کردم، این فکر هم به هم هی زد که زن دیگه چرا رخنوهاش را تنش می کنی؟ ولی دلم راضی نشد. می خواستمش. چه بکنم؟ چشم شوهرم کور. اگر باز هم بچه دار شدم برود و برایش لباس بخرد. لباسش را تنش کردم. سرش را شانه زدم. خیلی خوشگل شده بود. دستش را گرفته بودم و با دست دیگرم چادر نمازم را دور کمرم نگه داشته بودم. و آهسته آهسته قدم برمی داشتم. دیگر لازم نبود هی فحشش بدم که تندتر بیا. آخرین دفعه بود که دستش را گرفته بودم و با خودم به کوچه می بردم. 2-3 جا خواست برایش قاقا بخرم. گفتم اول سوار ماشین بشویم، بعد برات قاقا هم می خرم. یادم از آن روز هم مثل روزهای دیگر هی از من سوال می کرد. یک اسب پایش توی چاله جوی آبی رفته بود و مردم دورش جمع شده بودند. خیلی اصرار کرد که بلندش کنم تا ببیند چه خبر است. بلندش کردم و اسب را که دستش خراش برداشته بود و خون آمده بود دید. وقتی زمینش گذاشتم گفت مادر دستت اوخ شده بود آره؟ گفتم آره جونم، حرف مادرشو نشنیده، اوخ شده. تا دم ایستگاه ماشین آهسته آهسته می رفتم. هنوز اول وقت بود و ماشین ها شلوغ بود و من شاید 30 ساعت توی ایستگاه موندم تا ماشین گیرم بیاد. بچم هی ناراحتی میکرد و من داشتم خسته میشدم. از بس سوال میکرد حوصله‌ام رو سر برده بود. 2-3 بار گفت پس مادر چطور شد؟ ماشین که نیومد؟ پس بریم قاقا بخلیم؟ و من باز هم برایش گفتم که الان خواهد آمد و گفتم وقتی ماشین سوار شدیم قاقا هم برایش خواهم خرید. بالاخره خط 7 را گرفتم و تا میدان شاه که پیاده شدیم بچه‌ام باز هم حرف می‌زد و هی می‌پرسید. یادم از یک بار پرسید مادر تو جا می‌ریم؟ و من نمی‌دانم چرا یک مرتبه بی آن که بفهمم گفتم می‌ریم پیش بابا. بچه‌ام کمی به صورت من نگاه کرد، بعد پرسید مادر تو دون بابا؟ من دیگه حوصله نداشتم، گفتم جونم چقدر حرف می‌زنی، اگه حرف بزنی برات قاقا نمی‌خرم ها. حالا چقدر دلم میسوخت. اینجور چیزها بشود دل آدم را میسوزاند. چرا دل بچه‌ام را در آن دم آخر اینطور شکستم؟ از خانه که بیرون می آمدیم با خود عهد کرده بودم که تا آخر کار عصبانی نشوم. بچه‌ام را نزنم، فوشش ندهم و باهاش خوشرفتاری کنم. ولی چقدر حالا دلم میسوزد. چرا اینطور ساکتش کردم؟ بچه‌ام که دیگر ساکت شد و با شاگرد شوفر که برایش شکلک در می‌آورد و حرف می‌زد گرم اختلاط و خنده شده بود. اما من نه به او محل می‌گذاشتم نه به بچه‌ام که هی رویش را به من می‌کرد. میدان شاه گفتم نگه داشت و وقتی پیاده می‌شدیم بچه‌ام هنوز می‌خندید. میدان شلوغ بود و اتوبوس‌ها خیلی بودند و من هنوز وحشت داشتم که کارم را بکنم. مدتی قدم زدم. شاید 30 ساعت شد. اتوبوس ها کمتر شدند. آدم کنار میدان بود. 10 شاهی از جیبم در آوردم و به بچه‌ام دادم. بچه‌ام هاج و واج مانده بود و مرا نگاه میکرد. هنوز پول گرفتن را بلد نشده بود. نمیدانم چطور حالیش کنم. آن طرف میدان یک تخم کدویی داد میزد. با انگشتم نشانش دادم و گفتم بگیر برو قاقا بخر. ببینم بلدی خودت بخری. بچه‌ام نگاهی به پول کرد و بعد رو به من گفت مادر تو هم بیا بلیم دیگه. من گفتم نه من اینجا وایستادم تو رو میپام، برو ببینم خودت بلدی بخری. بچه‌ام باز به پول نگاه کرد.
مثل اینکه دو دل بود و نمیدانست چطور باید چیزی بخرد. تا به حال همچین کاری یادش نداده بودم. بر نگاهم میکرد. عجب نگاهی بود. مثل اینکه فقط همان دقیقه دلم گرفت و حالم بد شد. حالم خیلی بد شد. نزدیک بود منصرف شوم. بعد که بچه‌ام رفت و من فرار کردم و تا حالا هم حتی آن روز از که جلوی در و همسایه ها از زور غصه گریه‌ام گرفته بود، هیچ اینطور دلم نگرفت و حالم بد نشد. نزدیک بود طاقتم تمام شود. عجب نگاهی بود. بچه‌ام سرگردان مانده بود و مثل اینکه هنوز می‌خواست چیزی از من بپرسد. نفهمیدم چطور خود را نگه داشتم. یک بار دیگر تخم کدویی را نشانش دادم و گفتم برو جونم، این پول رو بهش بده، بگو تخمه بده. همین، برو باریکلا. بچه حکم تخم کدویی را نگاه کرد و بعد مثل اینکه وقتی میخواست بهانه بگیرد و گریه کند گفت مادر من تخمه نمیخوام، تیسمیس میخوام. من داشتم بیچاره میشدم. اگر بچه‌ام یک خورده دیگر معطل کرده بود، اگر یک خورده گریه کرده بود، حتما منصرف می‌شدم. ولی بچه‌ام گریه نکرد. عصبانی شده بود، حوصله‌ام سر رفته بود. سرش داد زدم، گفتم کیشمیش هم بردار. برو هر چی می‌خوای بگیر. برو دیگه. و از روی جوی کنار پیاده رو بلندش کردم و روی آسفالت وسط خیابانش گذاشتم. دستم را به پشتش گذاشتم و یواش به جلو هلش دادم و گفتم ده برو دیگه، دیر میشه. خیابان خلوت بود. از وسط خیابان تا آن ته‌ها اتوبوس و درشکه‌ای پیدا نبود که بچه‌ام را زیر بگیرد. بچه‌ام دو سه قدم که رفت برگشت و گفت مادر تیسمیس هم داله؟ من گفتم آره جونم، بگو 10 شای کیشمیش بده. و او رفت. بچه‌ام وسط خیابان رسیده بود که یک مرتبه یک ماشین بوق زد و من از ترس لرزیدم و بی این که بفهمم چه میکنم خودم را وسط خیابان پرتاب کردم و بچه‌ام را بغل زدم و توی پیاده رو دویدم و لای مردم قایم شدم. عرق از سر و رویم راه افتاده بود و نفس نفس میزدم. بچه حکم گفت مادر چطور شده؟ گفتم هیچی جونم. از وسط خیابون تند رد میشن. تو یواش میرفتی، نزدیک بود زیر هتل بری. اینا رو که میگفتم نزدیک بود گریم بیفته. بچه هم همونطوری که توی بغلم بود گفت خب مادر منو بذار زمین، این دفعه تند میلم. شاید اگر بچه حکم این حرف رو نمیزد من یادم رفته بود که اصلا برای چه کاری آمدم، ولی این حرفش مرا از نو به صرافت انداخت. هنوز اشک چشمهایم را پاک نکرده بودم که دوباره به یاد کاری که آمده بودم بکنم افتادم. به یاد شوهرم که مرا غضب خواهد کرد افتادم. بچه حکم را ماچ کردم. آخری ماچی بود که از صورتش برمی داشتم. ماچش کردم و دوباره گذاشتمش زمین و باز هم در گوشش گفتم تند برو جونم، ماشین میادش. باز خیابان خلوت بود و این بار بچه هم تندتر رفت. قدم های کوچکش را به عجله بر می داشت و من دو سه بار ترسیدم که مبادا پاهایش توی هم بپیچد و زمین بخورد. آن طرف خیابان که رسید برگشت و نگاهی به من انداخت. من دامنهای چادرم را بغلم جمع کرده بودم و داشتم راه می افتادم. همچین که بچه هم چرخید و به طرف من نگاه کرد من سر جایم خشکم زد. درست است که نمیخواستم بفهمد من دارم میروم، ولی برای این نبود که سر جایم خشکم زد. مثل یک دوز که سر به زنگاه مچش را گرفته باشند شده بودم. خشکم زده بود و دستهایم همونطور زیر بغلهایم ماند. درست مثل آن دفعه که سر جیب شوهرم بودم. همون شوهر سابقم. و کند و کاف میکردم و شوهرم از در رسید. درست همونطور خشکم زده بود. دوباره از عرق خیس شدم. سرم را پایین انداختم و وقتی به هزار زحمت سرم را بلند کردم بچه‌ام دوباره راه افتاده بود و چیزی نمانده بود که به تخمه کدویی برسد. کار من تمام شده بود. بچه‌ام سالم به آن طرف خیابان رسیده بود. از همان وقت بود که انگار اصلا بچه نداشتم. آخرین باری که بچه مرا نگاه کرد درست مثل این بود که بچه مردم را نگاه می کردم. درست مثل یک بچه تازه پا و شیرین مردم به او نگاه می کردم. درست همونطور که از نگاه کردن بچه مردم می شود حس کرد، از دیدن او حس کردم و به عجله لای جمعیت های پیاده رو پیچیدم و گم و گور شدم.
ولی یک دفعه به وحشت افتادم. نزدیک بود قدمم خشک بشود و سر جایم میکوب بشود. وحشتم گرفته بود که مبادا کسی زاغ سیاه مرا چوب زده باشد. از این خیال موهای تنم راست ایستاد و من تندتر کردم. دو تا کوچه پایین‌تر خیال داشتم توی پس کوچه ها بندازم و فرار کنم. به زحمت خودم را به دم کوچه رسانده بودم که یک تاکسی پشت سرم توی خیابان ترمز کرد. مثال این که الان مچه مرا خواهند گرفت تا استخوانهام لرزید. خیال میکردم پاسبان سر چهار را که مرا میپایید توی تاکسی پریده و حالا پشت سرم پیاده شده و الان است که مچه دستم را بگیرد. نمیدانم چطور برگشتم و عقب سرم را نگاه کردم و وا رفتم. مسافرهای تاکسی پولشان را هم داده بودند و داشتن میرفتند. هیچ کسی هم با من کاری نداشت و من نفس راحتی کشیدم و فکر دیگری به سرم زد. بی این که بفهمم و یا چشمم جایی را ببیند پریدم توی تاکسی و در را با سر و صدا بستم. شوفر غرغر کرد و راه افتاد و چادر من لای در تاکسی مونده بود. وقتی تاکسی دور شد و من اطمینان پیدا کردم، در را آهسته باز کردم، چادرم را از لای آن بیرون کشیدم و از نو در را بستم. به پشت صندلی تکیه دادم و نفس راحتی کشیدم و شب بالاخره نتوانستم پول تاکسی را از شوهرم در بیاورم. خب دوستان، این بود داستان بچه مردم. داستان بسیار جالبی بود از آقای جلال آل احمد. مرسی از اینکه ما رو تماشا میکنید. لطف کنید ما رو سابسکرایب کنید و اون زنگولی کنارش حتما بزنید و اگر انتقادی یا پیشنهادی هست حتما در قالب کامنت ها برای ما بنویسید و ما رو به دوستان کتابخونتون معرفی بکنید. سپاسگزاریم.